با گذشته بیش از هفت ماه از قیام پیش بینی هایی درباره چشمانداز قیام و احتمالات مختلف در صحنه سیاسی ایران صورت میگیره این احتمالات چیه آیا احتمال فروپاشی نظام که برخی روی اون سرمایه گذاری کردن وجود داره ویژگی های کشورهایی که دچار فروپاشی شدند و هدف بقایای سلطنت از سرمایه گذاری روی این گزینه چیه برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو سلام میکنم خدمت شما آی سنوبری خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم به عنوان اولین سال به نظر شما چه احتمالات و تابلوهایی در رابطه با قیام وجود داره و اگه میشه خیلی خلاصه در این مورد به ما توضیح بدید من اول سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه هموطنان در هر کجایی که هستند و اما در مورد سوالی که مطرح کردین سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین چون که سال گذشته یعنی سال 401 برای کشور ما سال بسیار پرتحولی بود و حالا همه متناسب با ماهیت و همچنین محتوای خودشون و طبعا تحلیلی که از اوضاع و اینا دارن یه آینده ای رو برای رژیم پیش بینی میکنن که خب این پیش بینی ها یه طیف نسبتا گسترده ای رو از فرضیه ها در واقع مطرح میکنه و در مورد سرنوشت نظام من سعی میکنم این فرضیه ها رو تو این فرصت کوتاهی که هست هفت فرضیه رو مطرح کنم تا همونطور که شما گفتین احتمالات و تابلو ها رو با بندی بیان کنیم که طبعا آدم با اشراف پیدا کردن به اونا میتونه واقعیت رو بفهمه و به اصطلاح ذهنش سمت و سوی درستی بگیره یک طرف این تیف این طیف فرضی ها حرف رژیمی هایی که فکر میکنن رژیم قدرتمنده و مثل قیام های گذشته ولو با سرکوبی مثل قیام سال 98 و با استفاده از سپر انسانی مثل کرونا بالاخره قیام رو جمع کنه و برای خودش به اصطلاح زمان بخره این یه فرضیه فرضیه دوم مال ادعیه که با اشراف به وضعیت درو داغون رژیم میگن که اینطوری نیست وضعیت مثل همین سالی که ادامه پیدا کرد پیدا ادامه پیدا میکنه یعنی که نه رژیم میتونه قیام و جمع کنه و نه اینکه سرنگون میشه فرض سوم مربوط به کسانیه که دست رو دست گذاشتن و منتظر یه اتفاق خاصی مثلا مرگ خامنه ای فرض چهارم که میشه دست گذاشوش مال کسانیه که چشمشون تماما به داخل رژیمه و فکر میکنن که بالاخره خامنه ای از هجمونی خودش تو رژیم کوتاه میاد و به اصطلاح به استعاحاتی های داخل رژیم میدون میده و اونا رو در قدرت شریک میکنه سهمی بهشون میدم. مثلا یه فرضیه دیگه هست که مثلا بگیم فرضیه پنجم اینه که میگن رژیم به شکلی تو بالای خودش شقه میشه مثلا یه عده تو سپاه حالا با کمک مثلا یه جناهی تو حوزه یا به شکل دیگه خلاصه رژیم شقه میشه مثلا علیه خامنه ای کودتا میکنند یا بالاخره به شکلی این شقه تو بالای رژیم اتفاق میفته و وضعیت عوض میشه اما فرضیه بعدی که میشه دستوش گذاشت فرضیه اینه که مثلا ادهی یعنی عمدتا شاپرستا هستن اینا کسایی هستن که فکر میکنن رژیم اصلا خودش فروپاشی میشه و در واقع. مثلا و آخرین فرضیه یا اون شقی که مثلا میشه در نظر فرضیه اینه که ادهی با الگوبرداری از سقوط شاه که وقتی شاه اعدام و شکنجه رو زمین گذاشت و به, به اصطلاح تلسم سرکوبش شکست مردم ریختن بیرون و سرنگونش کردن این بار هم مثلا ای از سرکوب کوتاه میاد تلسم سرکوب رژیم میشکنه و سرنگون میشه اینا خلاصه هفت فرضیه که میشه در نظر گرفت البته تابلوهای دیگه هم باز میشه همچنان مطرح کرد ولی خب هر پیش بینی خب نهایتا میشه گفتش که بخشی یا زیر بخشی یا زیر یکی از همین دستاوردی ها میشه اونا رو قرار داد با تشکر خب اهمیت بررسی احتمالات و فرضیه ها چیه ببینید اهمیت این موضوع اینه که وقتی احتمال رو میدیم بر اساس اون یه نقش مسیر ما برای خودمون برای پیش برده اون احتمال مشخص میشه این اصلا به ذات اون چیزه مثلا کسی که احتمال فروپاشی رو واقعی میدونه دست رو دست میذاره تا اینکه رژیم خودش فرو بپاشه مثلا یا اینکه مثلا کسی که روی اصلاحاتی ها توی رژیم سرمگذاری می میکنه یا مثلا منتظر شق از بالا تو درون رژیمه و اینو برجسته میکنه روی این شق سرمایه گذاری میکنه اما طبعا اون طرف تیف کسی که این احتمالات رو رد میکنه و میخواد با کس نخورد رژیم سرنگون بشه بار مسئولیت برپایی و استمرار و همچنین هدایت قیام رو و انقلاب رو, رو دوش خودش میذاره برای اون تلاش میکنه و با قرار دادن گذینه های واقعی به این شکل میتونه حد اکثر توان خودش و نیروی خرق رو در انقلاب دموکراتیک مردم ایران برای سرنون کردن این رژیم و این دشمن خلاصه به صحنه بیاره و به اصطلاح برقراری عدالت و آزادی پایدار رو در این مسیر میخواد در واقع به دست بیاره خب الان شما اشاره کردین یکی از مهمترین احتمالاتی که این روزها خیلی هم روش تبلیغ میشه خصوصا بقایای سلطنت و شاه پرستا میگن بحث فروپاشی رژیمه خب این چقدر اصلا واقعیه درصد احتمالش که اصلا به وقوع پیونده ببین اگه منظور از فروپاشی مثلا یه چیزی مثل اتحاد شوروی سابق اول باید کسی که تو قدرته کوتاه بیاد یا وادار به عقب نشینی بشه یعنی مثلا خامنه که در رأس این نظام و تمام قدرت رو در دست شخص خودش متمرکز کرده کتابیات و تن به تقسیم قدرت بده که چنین چیزی رو ما تا حالا هیچ نشونه ای ازش ندیدیم و هر لحظه هم که چنین چیزی به خاطر اتفاق بیفته و این تمرکز قدرتی که خامنی تو دست خودش متمرکز کرده شکسته بشه این یعنی پایان رژیم و یا شروع پایان رژیم و خلاصه سرنگونی و بقیه هر چی هست طرح و توته رژیمه یکی از این بازیهایی که رژیم و اطلاعاتم هم از جمله مثلا سال 88 بود که پاسداری به نام سردار متی که این اومده بود تو خارج تو قضایه که همون سال بود با دود و دم خیلی زیادی و یه دیر هم دور خودش جمع کرده بود و بازی داده بود به طوری که حتی نخست وزیر وقت فرانسه هم که اون موقع بود با یه ساده اندیشی خلاصه خندهداری پشت اون رفته بود اما بعدا دیدیم که طرف سر از تلویزیون رژیم در آورد و معلوم شد که کل قضیه خلاصه بازی اطلاعات و سپاه بوده و طرفم تو تلویزیون رژیم رفت و گفت که خلاصه همه رو سر کار گذاشته بوده حالا شما اشاره کردیم به شوروی فروپاشی شوروی به عنوان مثال خب کشورهایی که مثل شوروی دوچاره فروپاشی شدن چه ویژگی‌هایی داشتن اگه بشن روی موارد مشخص دست بزنیم ببینیم مثلا یه مثال روی کار اومدن کرنسکی بعد از سرنگونی تزارهای روسیه کرنسکی یک اصلاح طلب بود و در عمل دیدیم که اصلاحات اون این فرصت رو برای لنین و برشویک ایجاد کرد که با یک قیام اون رو کنار بزنن و انقلاب رو به پیروزی برسونن ببینیم مثلا یه شق مشخص یا مثلا یه مثال دیگه سرنوش اتحاد شوروی تو آخرهای کار که سابقاً گورباچوف که در رأس اتحاد شوروی قرار گرفت شروع به یه سری اصلاحات در سطح حزب و دولت شوروی کرد ولی دفتر سیاسی حزب کمونیست که با این اصلاحات مخالف بودن دست به کودتا زدن چند روزی هم گورباچوف رو دستگیر کردن اینا ولی حزب اونقدر فاسد شده بود که دیگر هیچ نایی نداشت و کودتا شکست خورد و گورباچوف هم برگشت ولی با شکست اون کودتا یا خلاصه آبکی یلسین از رهبری همون حزب کوینس خیلی ساده تونست گرباچوف رو پس بزنه و مجلس روسیه رو که بهش دوما میگن بگیره و نماینده ها اومدن یک کمی شلوغ کردن که تانک ها اومدن جلوی خود دوما و چند شلیک کردن و همه چی رو خلاصه خوابوندن و این ترتیب تموم شد خلاصه کنم شروع این فروپاشی ها همش با کوتاه اومدن خامنه ای از قدرت حالا به هر دلیلی که باشه چنین اتفاق میاده و توضیح دادم که چنین چیزی اصلا نشونه ای ازش در این رژیم نیست بنابراین این باید گفتش که اینا همش خوابای پنبدونه ایه خوبه که یه نویسنده محقق فرانسوی به نام الکسی توکوویل تقریبا تقریبا نزدیک 90 سال پیش هم اون گفته بود که توی چنین رژیم هایی اگر اصلاحات بشه اصلاحات به سرنگونی منجر میشه تو عملا دیدیم که همینطور شده یعنی این انگاری که یک قانونه خب از هدف بقایای سلطنت از سرمایه گذاری روی این بحث فروپاشی نظام چیه؟ ببینیم بقایای سلطنت و شاه پرستا از اونجایی که پای و مایهی ندارن و اهل قیمت دادن هم نیستن مثلا میخوان کاری بکنن که رژیم رو مثلا سرنگون کنن و از طرفی میخوان به اصطلاح پوز ضد رژیم رو هم ارائه کنن رضا فرضیه فروپاشی رو مطرح میکنه که کارکرد نقد و دست اول این فرضیه اینه که به نفع رژیم مقاومت رو تصیف کنن و این فکر موهوم رو جا بندازن که گویی چیزی خود به خود امکان وقوع داره و اصلا هیچ نیازی به مبارزه کردن و خلاصه قیمت دادن نیست و این کاری که مجاهدین و هواداراشون و نیروهاشون در داخل و خارج ایران دارن انجام میدن و شب و روز هم براش نمیشناسن همش بیفاید است و غیر ضروریه و خلاصه به همه بقبولونن که صبر و انتظار پیشه کنن و هیچ حرکت و خلاصه کاری هم نکنن تا به قول معروف خودش خوش بشه بیفته. این در واقع تئوری اون و بعد همین حضرات مثلا تشریف ببرن و قدرت رو تحویل بگیرن در حالی که این یک فرض و تابلوی تماما مهمه و با روح مبارزه و مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و خلاصه قیمت دادن برای برقراری آزادی و عدالت در تعارض و باید بدونیم که به عنوان یک قانون و قانونمندی هم همواره بینه شیوه و روش و خلاصه استراتژی سرنگونی و اون آلترناتیو یا دولتی که جایگزین میشه این رابطه محتوایی وجود داره اگر فروپاشی مفروض اتفاق بیفته حتما یک فرد یا یک جناهی از همین رژیم سراپا جنایت و قارت ولو با اسم و رسم دیگه ای سر کار میاد که طبعا این با آرمان آزادی و عدالت و خلاصه برابری و آرمان که آرمان مقاومت و خواسته اصلی مردم ایران هست بسیار بسیار متفاوته خب مرتجین و خمینی چیا میگفتن هنوزم میگن که بالاخره انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی بدون مبارزه مسلحانه پیروز شد البته خب به سرقت بلندش ولی پاسخ شما چه در ببین این ببینید اینم از اون حرف هست. اول اینکه باید بدونیم اون کاری که خمینی در سال 57 کرد اسمش انقلاب نبود اون ارتجاب یعنی شاه سرنگون شد ولی دیکتاتوری از بین نرفت و تموم نشد بلکه برعکس یک دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی جایگزین اون فاشیسم سلطنتی شد بهطور طور روشنتر این که در شرایطی که رژیم شاه همه رهبران و کادهای مقاومت انقلابی رو یا ادام کرده بود مثل بنیانگذارهای مجاهدین و فدایی ها و یا در زندان ها بودن مثل مسعود رجوی و بقیه رهبران و کادرهای مجاهدین و اینا فرصت خیلی محدودی برای معرفی شدن و هدایت جنبش و جنبش انقلابی مردم داشتن خمینی خب فرصت طلبانه با استفاده از خلایی که در جنبش وجود داشت رهبری اون انقلاب مردمی رو که یک دیکتاتوری سرتعدی رو سرنگون کرده بود دزدید و بر علیکه قدرت سوار شد و یک دیکتاتوری صد درجه بدتر از شاه رو البته با سوء استفاده از مذهب برقرار کرد بنابراین تو اینجا یک نکته دیگر هم که نباید فراموش کرد نقش استعماره و ساخت و پاختایی که خمینی قبل از قدرت با اونا کرد و اونا اجازه دادن که خمینی با هواپیما و حفاظت اونها از فرانسه به ایران برگرده اینام هم نباید فراموش کرد الان هم که خب مماشاتگرهای بین و همه کسایی که دنبال گذار از جمهوری اسلامی و خشونت پرهیزی و خراسه قلبه بر رژیم با کمک سپاه و جناهایی از درون رژیم هستن و البته طبعا با حمایت های استعماری کشورهای خارجی دنبال یه چنین تر و برنامه هستن که خب باید به اونام گفتش که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت ما و مردممون و قهرمانان پیشتاز اونا که امروز در کف خیابونای ایران با این رژیم می جنگند و مبارزه می کنند هیچ وقت و هرگز اجازه نخواهند داد که این تراژدی ترخ که از مشروطه تا به حال عمل شده یه بار دیگه تو کشور ما اتفاق بیفته. بله ممنونم از شما آقای عباس سنوبری از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امروز به سالات ما پاسخ دادین خیلی ممنون من هم تشکر کنم از فرصتی که به هم دادید خیلی ممنون